سلام بچه ها، سلام علیکم. حالا اومدی با یه ترک شاهی مگه خفن نداشته باشه. آقا بدون هیچ حرفی، بدون هیچ بحثی، بدون هیچ جنگی، بدون هیچ غمی میریم سراغ کابل. بچه ها اومدیم در مورد کابل سکون. بچه ها میخوایم در مورد کار کار صحبت کنیم. ساده تا الان این تیکه رو 58 بار گرفته نمیدونم کاسر کار، یه بار میگم بلکن اصلا آقا کاتر خواب. آره آقا این کاور واقعا یه کاور خیلی سمیه. هر چی بهش نگاه کنی هی نکته های خیلی بیشتری میبینی. چیزی که من دارم میبینم، حالا زیاد نمیخوام زوم بشم چون اگه زوم بشم یه دو ساعتی باید حرف بزنم در مورد این کاور. اگر دقت کنید یه زنه، احساس میکنم یه بچه رو بغل کرده. خب احساس میکنم یه بچه رو بغل کرده. حالا کاری به جزئیات دیگه ندارم، یه حالت خب؟ نقاشیه. آره خب یه حالت انگار نقاشیه. خب حالا من کاری به این چیزا ندارم. چرا دور سر اون زنه چیزه، یه حالت حاله است. خب ما اینجا فکر میکنم این مثلا حضرت مریم باشه مثلا. ای راست میگی. خب من اینجوری فکر میکنم چون اسم کارم مریمه. خب آره دیگه، بریم کارو گوش کنیم. مطمئنن شاهین به اون میگه داستان چیه. میگه داستان چیه. خیلی نکته داره، یعنی هر چی زوم کنی کار شاهین اینجوریه. واقعا کاوراش قویه و هزار کار گوش بدیم کارهای شاهین نجفی. آقا بریم و برگردیم، بریم سراغ کار. فضا سنتی بود. من چرا امروز اینطوری هم فضا سنتی بود؟ بعدی دیسکومونت شد چرا؟ صداش رو اذیت هم میداره. کارا شاهین همیشه اینجوریه. کارا شاهین فرکانساش من اذیت میکنه. نه نگاه، نه ببینید، خب این فرکانسا داستانش فرق داره. بچه ها حتما در مورد این فرکانسا بعدا صحبت میکنیم. کلن کار شاهین فرکانساش من اذیت میکنه، یه تیکه هاییش و این کارو میکنه بش این بشر. و یه چیزی داشت خوندم در موردش، خودش از عمد میخواد تاثیر بذاره. یه رنگ فرکانس خاص آره. انتخاب بکنه که تاثیر. آره من البته این یه فرکانسی که الان اومد، یه موزیک یه لحظه اومد بالا اومد پایین، اون یه جوری بود من اذیت کرد. البته ببین چون اینا ترکیب سازاشون زیاده، تو میکسش هم خب خیلی تاثیر میذاره دیگه. تو باید هر سازو ببینی کجا میذاری، یه مقداری مشکله. آه یا حالتی دیسکو مانند شده. مریم چه پریشان، مریم چه پریشان، نسبت به اول و هی داره این میره پایین اون میاد بالا. خیلی باحال این کارو درست نمیتونی متوجه شی و خیلی دقتش کنی. در خواب من
من راهی ند در خواب من راهی ره در خواب نه من نمی من نمیخوام بگم مشکل داره نه کارش. مشکل نداره از کلا شاهین این از عمد میاد این کارا رو میکنه که یه تاثیراتی رو مغز تو بذاره و مغز من جوریه که از همون قدیم اینجوری بودم من کارهای شاهین به جایی که تاثیر بذاره روم اذیت هم کرده نمیدونم یه چیز جلوشو داره میگه نگاه یه حالتی انگار مثلا حالت آشفتگی رو بده آره یه طوری میکنه آشفتت میکنه ریمیکسی داره انگار نمیدونم آقا من یه نظری دارم این ریتم تنده دقیقا اون حالت پریشونی رو داره بهت القا میکنه و نگاه کن چقدر این ریتم تنده ولی در متضاد اون شاهین ببین چقدر داره اسلو روش میخونه والا من فکر کنم قشنگ ریمیکس این کار اصلا نمیدونم احتمالش هست ولی کلا از اون بگذریم حس کارو ببین اصلا پریشونت میکنه یه جوریه مخمل نگاهت یعنی تو که به من نگاه میکنی من همچین چیزی تصور میکنم اصلا تو نیستی تو خواب من که داری راه میری داشتی؟ خواب من راه میری
ببین من چیزی متوجه شدم. خب ببین شاهین تو کار فرکانس هست، همیشه بوده. آره. خب همیشه بوده، اون تیکه هایی که میخواد تو ذهنت بمونه رو یه کاری میکنه واقعا تو ذهنت بمونه، ملکش میکنه، ملکش میکنه تو ذهنت. خب یه سری چیزا هست، یه سری فرکانس ها هست که تو اونو نگاه کنی و بشنوی، حالا نگاه کنی هم نه، فقط کافیه بشنوی و خوب بشنوی. ببین کار 5 دقیقه و 30 ثانیه است، یه تایم خاصی اونو بشنوی باعث میشه یه سری اتفاقات واسط بیفته تو زمین ناخودآگاه چک میگیره. مثال مثلا خیلی اتفاق میفته، مثلا اون شب یه خوابی میبینن، میرن بیرون یه اتفاقی میفته، یه چیزی اتفاق میفته واسه شون. یه سری ویدیوها هست، یه سری کلیپ ها هست، یه سری وایس ها هست که حتی باعث خودکشی خیلی ها شده. تو الان داری میگی که در مورد فرکانس ها، من یه همچین حسی در موردش دارم. من احساس میکنم این یه جوری بود که آدم شب بخواد بخوابه من تو ذهنم هست، نمیدونم و احساس کنم شب خوابشو میبینم. خب انگار مثلا میاد ورودی مغز تو عوض میکنه نسبت به چیزهایی که همیشه داشتی گوش میدادی. آره دیگه، یه کاری، یه چیز ورودی جدید وارد مغزت میکنه، تو هم یه برداشتای جدیدی بالاخره میاد سراغت دیگه. مثلا انگار یه دریچه دیگه با کرده. حالا چی بشه امشب نمیدونم. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین. اگر کارو دوست داشتین لایک، اگر دوست نداشتین دیسلایک، فوشی چیزی هم بدین. ما رو حتما ساب کنین، به قول صادق ما رو به دوستاتون معرفی کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو بودین. ساب یادتون نره، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تو بیجا میکنی تا الان اومدید اینجا دیدی و هنوز ما رو به دوستاتون معرفی نکردید دیگه. آقا خدافظ.